سخنگوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه اعلام کرد در صورت شرکت اسماعیل هنیه از رهبران گروه حماس در غزه در 16 نشست سران جنبش غیر متعهدها، محمود عباس در این اجلاس شرکت نخواهد کرد. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل جهان عرب نخست از او پرسیده چرا جمهوری اسلامی ایران از این دو چهره رقیب در صحنه سیاسی فلسطینیان برای شرکت در نشست تهران دعوت کرده و چرا محمود عباس تا این اندازه با شرکت نخست وزیر برکنار شده تشکیلات خودگردان فلسطینی در این اجلاس مخالف است. بشنویم از علیرضا نوریزاده. آقای محمود عباس ابو مازن رئیس دولت خودمختار فلسطین هست، شخصیتی است که جامعه بین‌المللی او را به رسمیت شناخته و در این حال در کنفرانس غیر متعهدها هم ایشون چند سالی است به عنوان رئیس دولت فلسطین شرکت میکنه. آخرین بار مثلا در شرم الشیخ ایشون رئیس هیئت نمایندگی فلسطینی رو بر عهده داشت و وقتی هم که دعوت از ایران از او شد از طریق سفارت جمهوری اسلامی در عمان و فرستاده ویژه که به عمان رفته بود، ابو مازن این دعوت رو پذیرفت، چون به هر حال فلسطینی ها هم در نشست های چنین فعال هستند و هم انتظار همدلی و یاری کشورهای غیر متعهد رو دارند که بعضی از سران برجسته این همایش هماره از آرمانهای فلسطینی‌ها دفاع کردند. به عقب برگردیم، عبدالناصر، سوکارنو، نهرو، چوئنلای و شخصیت‌های این چنین همیشه در کنار مردم فلسطین بودند. پس این طبیعی است که ابو مازن به این نشست بره. اما کاری که تهران کرد خارج از پروتکل هست و خارج از قواعد بین‌المللی و قواعدی که بر این کنفرانس حکم فرماست. به این معنا که آقای اسماعیل هنیه رئیس دولت برکنار شده است، یعنی در تمام رسانه‌های عربی از ایشون به عنوان رئیس حکومت مقاله، یعنی حکومت برکنار شده، مستعفی شده، و دعوت کردن از ایشون احالت مستقیمی به ابو مازن. روابط تهران با دولت خود مختار فلسطین روابط پر از سوء زن و در سالهای اخیر حتی در سالهای پایانی آقای عرفات روابط دوستانه ای نبوده، علی رغم ادعاهای تهران مبنی بر حمایت از آرمان فلسطین. آقای سلام فیاض، نخست وزیر محمود عباس روز شنبه تهران رو متهم کرد که از هر فرصتی استفاده میکنه که بین فلسطینیان شکاف ایجاد کنه. دلیل این اتهام چیست؟ تهران میخواهد حماس رو که به هر حال دیرگاهی است خراج گذار شده و از بودجه‌ای که ایران برای حماس تعیین کرده استفاده میکنه، به هر حال خواست حماس در نشست باشه، چون در رسانه‌های جمهوری اسلامی و سخنان مقاماتش از او به عنوان نخست وزیر قانونی فلسطین یاد میکنند. ایشون حتی اگر نخست وزیر قانونی بود، وقتی مقام بالاتر از او یعنی رئیس جمهوری در کنفرانس شرکت میکنه، لزومی نداره که از ایشون به صورت جداگانه دعوت بشه، مگر اینکه آقای اسماعیل هنیه بره وزیر پرچم دولت خودمختار و به عنوان عضوی از هیئت فلسطینی شرکت بکنه. تهران این شکاف رو میخواهد همچنان نگه داره، حفظ کنه، به خصوص الان که در رابطه با مسئله سوریه هم جمهوری اسلامی و سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری ابو مازن در دو قطب متضاد هم قرار گرفتن. همزمان میبینیم که وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که محمود عباس حتما در اجلاس تهران شرکت بکنه. آیا امیدی هست که آقای محمود عباس در این اجلاس شرکت کنه؟ آقای ابو مازن تا ساعات دیر وقت امشب مطابق گفته های آقای نبیل ابو رودینه سخنگوی ایشون و همینطور وزیر خارجه دولت خود مختار، اگر آقای اسماعیل هنیه به عنوان میهمان رسمی در کنفرانس شرکت بکنه از رفتن به تهران اعراض خواهد کرد، و حتی اگر مطابق ضمانت هایی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی داده ایشون به تهران بره و مشاهده کنه آقای هنیه در کنفرانس حاضره، ایشون کنفرانس رو ترک خواهد کرد. بنابراین ابو مازن برای دفاع از حیثیت خودش و دولت خود مختار حاضره که مشارکت در این کنفرانس رو در واقع فدای اصول و پرنسیپ هایی بکنه که معتقده اگر به اون پایبند نباشه چیزی از دولت فلسطین دیگر باقی
نخواهد ماند. آقای نورزاده، چرا اسماعیل هنیه مشکلی نداره برای شرکت در کنار محمود عباس در نشست تهران و آیا ممکنه کشورهایی در اجلاس غیر متحدها باشن که از حضور اسماعیل هنیه در این نشست انتقاد کنند؟ ببینید، اولا اسماعیل هنیه در جایگاهی نیست که پیش شرط بگذاره. همونطور که گفتم، وقتی رئیس یک دولت دعوت میشه، دیگه دعوت کردن نخست وزیر برکنار شدنش به صورت مستقل خارج از پروتکل هست. و آقای هنیه خوب خیلی دلش میخواد در اونجا باشه، به ویژه اگر آقای ابو مازن هم نیاد و او بتونه یک کتاز بشه. اما من معتقدم بسیاری از کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی و آسیایی که با فلسطینی ها با ابو مازن روابط نزدیک دارن، به حضور هنیه اعتراض خواهند کرد اگر هیئت رسمی نمایندگی دولت فلسطین در کنفرانس شرکت نکنه.